سلام، درود به دوستان گل، خوش آمدین با یک ویدیوی جدید از من. امیدوارم خوش و سلامت باشین در هر جای دنیا که هستین. امروز همراهتان خواستم پنیر خانگی شریک کنم. اگر تازه آمدین در برنامه من، لطفا زنگوله رو فشار بدهید، بسیار خوشحال میشوم. عزیزان، در مدت اول 5 دانه شیر گرفتم، شیرای پرچرب، 4 عدد شیر و زیاده کردم، 1 عددشو همراهتان توی دیگ زیاده میکنم و ایرم بعد شله کم میگذارم، آیست آیست شور میدهم که از پیش ما نسوزد. یک توتا لیمو گرفتم، آب لیمو را میگیرم، اندازه یک قاشق غذاخوری لیمو و 3 قاشق غذاخوری ماست زیاده میکنم. ماست ما ترش است، ایرا خوب مخلوط میکنم همراه لیمو. روی شیر خود لیمو و ماست رو رویش میریزم. دیگ خود را آهسته آهسته شور میدهم که خوب مخلوط بشوند آب لیمو و ماست. مدت 3 تا 4 دقیقه میبینید که آب جدا کرده پنیر ما. زیرش یک پارچه آور کردم و کاسه آبشو میگیرم. دوستان، آب پنیر رو عزیزان ما گرفتم و میشه بسته میکنم. دوستان، کمی رویش آب سرد پاش میدهم دوروبرشو و شنگاشو. یه چیز سنگین گرفتم، ایره رویش میگذارم. شما میتوانین سنگ بگیرید. داد 2 تا 3 ساعت تا آبش خوب گرفته شود. و پیش عزیزان من مدت 1 ساعت توی یخچال ماندم پنیرو و بعد از 1 ساعت در میارم. بسیار خوشمزه و زیبا آمده که میبینید. همراه چاقو توتش میکنم که برای شما نشان بدهم چی یک پنیری آمده. پنیر رو شبیه پیتزا قاش میکنم. دوستان، براتان نشان بدهم یک دفعه. بسیار نرم و خوشمزه و لطیف. روی ظرف خود چندم کمی بانجان رومی و ناراش و از برگ کاهو استفاده کردم. کمی گردو گرفتم، گردوها را زیاده میکنم. و عزیزان، ایرم اینجا آب خود پنیر گرفتم و چند عدد لیمو، 2 قاشق چای خلیل، نمک زیاده میکنم. اگر خوش داشتین میتوانید پنیر تانا نمکی کنید. من توی آب نمک میگذارم. یم از پنیر خانگی مفید و خوشمزه. برنامه من را لایک کنید و زنگوله را فشار بدهید تا ویدیو دیگر از من ببینید. امیدوارم که خوشتان آمده باشد از این برنامه و تشکر میکنم تا آخر برنامه با من بودید. یک برنامه دیگر، خدا نگهدار.